الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که در جمع صمیمی مروجان و بهره‌برداران عزیز هستم و فرصتی به من داده شده تا اندک تجربیات خودم رو در زمینه خاکورزی حفاظتی خدمت شما عزیزان ارائه بدم. عنوان سخنرانی همونطور که ملازم می‌فرمایید نقش خاکورزی حفاظتی در بهبود عملکرد و بهره‌وری آب گندم هست. عناوین مطالبی که در این وبینار خدمت شما ارائه میشه غالبا در زمینه خاکورزی حفاظتی از دیدگاه آب و خاک هستش و در این موارد خلاصه میشه: یک مقدمه، معرفی اصول، اصول کشاورزی حفاظتی، اثر کشاورزی حفاظتی بر خصوصیات فیزیکی خاک، ارائه نتایج برخی مطالعات، الزاماتی که در خاکورزی حفاظتی وجود داره، یکی دو تا پیشنهاد هستش و نهایتاً نتیجه گیری. در مقدمه من لازم می‌دونم که چالش‌هایی که در زمینه تولید محصول در شرایط خاکورزی مرسوم وجود داره یک مقداری خدمتون توضیح بدم. همونطوری که در این تصویر ملاحظه می‌فرمایید مراحل تهیه زمین تا قبل از کاشت گندم در شرایط کشاورزی مرسوم به صورت هست که ابتدا از باوان برگرداندار استفاده میشه، همونطور که در این شکل مشخص هست. بعد از اون در یک فاصله زمانی که مقدار رطوبت خاک کاهش پیدا کرد عملیات دیسک در چند سری پیاپی زده میشه. بعدش مالکشی هستش و برای از بین بردن پستی و بلندی های کوچیکی که در روی سطح خاک هست، کودپاشی مرحله بعدی هستش و دیسک سبک هست. این در حالتی است که حالا ما اون بحث مدیریت بقایا رو در نظر نگیریم. معمولا کشاورزان از شیوه های مختلفی برای مدیریت بقایا استفاده می کنند که سرآمد اونها سوزاندن بقایا هستش که در این تصویر ملاحظه می کنید که متاسفانه خاک های ما فقیر هستند و با این سوزاندن بقایا فقیرتر هم خواهند شد. روش های دیگر مدیریت بقایا ممکنه مخلوط کردن بقایا با خاک باشه که در این تصویر هم ملاحظه می فرمایید مشخص هست که این بقایا با استفاده از باوان زیر خاک مدفون میشه، یا اینکه بخشی از بقایا روی سطح خاک باقی میمونه و با عملیات دیس یا باوان در خاک مدفون میشه، یا اینکه تمام بقایا از سطح خاک خارج میشه و عملیات خاکورزی انجام میشه. یک شیوه دیگر مدیریت بقایا باقی گذاشتن بقایا روی سطح خاک هستش و استفاده از خاکورزی حفاظتی و کشت مستقیم در بقایا که در واقع بحث ما هستش. بعد از اینکه عملیات خاکورزی تموم شد، مرحله بعد روش کاشت هستش که میدونیم روش های کاشت گندم در شرایط مرسوم شیوه های آبیاری هم با خودشون همراه دارن. اگر در زمان کاشت ما بیاییم از بست پاش یا خطی کارها استفاده کنیم، قاعدتا برای تأمین نیاز آبی از شیوه آبیاری سطحی نواری تونه که در این شکل هم ملاحظه میفرمایید استفاده میشه. خب در روش آبیاری نواری معمولا سطح زمین به نوارهایی تقسیم میشه، این نوارها در طول زمین شیوه یکسانی دارن و در عرض تراز هستن. حالا با توجه به مقدار جریانی که در اختیار کشاورز هستش ممکنه یک تا دو یا سه نوار رو همزمان آبیاری کنه. یک شیوه دیگر در واقع کاشت با استفاده از ردیف کار هستش که در این حالت ما آبیاری جوچی برای تامین رطوبت گیاه رو معمولا بایستی استفاده کنیم، همونطوری که در این شکل هم ملاحظه می‌فرمایید دستگاهی که چند ردیف کش روی کشته رو انجام میده بیچه‌های وجود داره که فواصل حالا 61 یا 75 سان ممکنه داشته باشن و در این تصویر هم کاملا مشخص هستش که آبیاری به صورت جویچه‌ای هستش، اینجا به صورت سیفون و در جای دیگه به صورت بریدن نه هستش. خب
این شیوه آبیاری غالبا مناسب برای اراضی هستش شیوه کم داشته باشن و امکان عملیات داشت در این شیوه آبیاری راحت تر از حالت قرق هستش. معمولا استفاده از جوی پشته برای برنامه ریزی کشت مستقیم در بقایا استفاده میشه. نکته دیگه که مثلا خدمت پرس کنم در اینجا، بحث اصلی ما بیشتر روی آبیاری سطحی هستش، چون سیستم آبیاری بارانی و استفاده از بیخاک ورزی تقریبا مشکلی باش نداریم و طراحیش هم تقریبا مشابه حالتی است که در روش خاک ورزی مرسوم هست. خب در مجموع مطالبی رو که قبلا خدمتون عرض کردیم، اثرات مخرب خاک ورزی مرسوم رو میتونیم در این فلوچارت ببینیم، البته بیشتر از دیدگاه بحث آب و خاک. یک مورد حذف بقایایی روی سطح خاک هست که در تصاویر قبل دیدیم. حذف بقایا با خودش افزایش روانات داره، حالا اگر آبیاری سطحی باشه یا بارش باشه. در حالتی که بقایا روی سطح خاک نباشن غالباً روانات رو خواهیم داشت. بعد از اون ممکنه فرسایش آبی داشته باشیم. فرسایش آبی با خودش کاهش کیفیت آب و خاک رو به همراه خواهد داشت. از طرفی فرسایش آبی میتونه کارایی مصرف آب و کود رو این بیاره و در نهایت آلودگی های زیست محیطی رو از طرفی داریم و همچنین افزایش هزینه های تولید. نکته دیگری که در خاک ورزی مرسوم وجود داره، ایجاد لایه سخت هستش یا همون اصطلاحاً هارد‌پن هستش که باعث کاهش نفوذ آب در خاک میشه. کاهش نفوذ آب در خاک به همراه خودش باز هم افزایش روانات رو خواهد داشت و از طرفی رشد و نمو ضعیف ریشه ها رو در این روش خواهیم داشت و در نهایت منجر به کاهش عملکرد خواهد شد. مورد دیگر، متاسفانه در خاک ورزی مرسوم ممکنه ما بارها با استفاده از دیست ذرات رو به حالت پودری در بیاریم که این میتونه باعث فرسایش باری بشه و در نهایت آلودگی های زیست محیطی را داشته باشه. موضوع دیگر ما در واقع گندم هستش. گندم میدونید که یکی از محصولات راهبردی کشور هست که در اقلیم های مختلف چه به صورت فاریاب و چه به صورت دین کشت میشه. معمولا دوره رشد گندم رو میتونیم به 10 مرحله مختلف تقسیم کنیم، از جوان زنی رشد گیاهچه، پنج زنی رشد ساقه، به سنبله رفتن، ظهور سنبله، گلدگی و گردافشانی، شیری، خمیری و رسیدگی که کارشناسان سازمان خاربار جهانی تمام این 10 مرحله رو برای تأمین نیاز آبی به 4 مرحله متفاوت تقسیم کرده. مرحله اولی روش که از جوان زنی شروع میشه تا شروع پنجه، حالا در اقلیم های مختلف ممکنه دوری رشدش متفاوت باشه. اقلیم هایی که گندم بهاری کش میکنن ممکن حدود 30 روز یا گندم زمستانی مقدار ممکن بیشتر باشه. بعد از اون مرحله توسعه رو داریم که از شروع پنج زنی هستش تا در واقع ساقه‌دهی و مرحله میانی که یک مرحله طولانی مدت هست، از مرحله تبدیل شدن ساقه تا گلدهی هستش، مرحله هستش که گیاه به رشد نمو و نهایی خودش رسیده و از دیدگاه آبیاری تغییر و تعلق و نیاز آبیش بالا هست و نهایتا مرحله نهایی هستش که مراحل شیری، خمیری، رسیدگی رو در خودش جا داده و تحت عنوان مرحله پر شدن دانه هست. خب اگر بخوایم از دیدگاه خاکورزی حفاظتی این مراحل رو تحلیل کنیم، می‌بینیم که در مرحله اولیه پوشش گیاهی حداقل هست، لذا میزان تبخیر از سطح خاک بالا هست، لذا استفاده از خاکورزی حفاظتی میتونه در این مرحله کارساز باشه و میزان تبخیر از سطح خاک رو کاهش بده. در قسمت پایین باز 2 تا نمودار آورده شده که
این نمودار شرایط نرمال رشد نمو گندم رو در هر یک از این مراحل نشون میده. یعنی به معنی اینکه اون قسمت هوایی گیاه داره رشد نمو با خودش رو ادامه میده، ریشم رشد نمو با خودش رو در قسمت در داخل زمین داره. همونطور که ملاحظه میکنید در مرحله میانی بیشترین رشد نمو و توسعه ریشه رو داریم. اما اگر خاک ما یک لایه هاردپن داشته باشیم شبیه همین گیافی که شکلی که در قسمت پایین هست، یک لایه هاردپن در اینجا موجود هست، میبینید که رشد نمو ریشه تحت تأثیر این لایه هاردپن قرار گرفته و کلیه حجم ریشه گیاه ما در همین قسمت بالایی متمرکز شده، لذا هر گونه تشعه آبی باعث میشه که عملکرد گیاه ما کاهش پیدا کنه. و در قسمت دیگر از مقدمه میخوام شرایط اقلیمی ایران و جهان رو مقایسه کنم و ارتباطش رو با خاکورزی حفاظتی بیان کنم، چرا که حفاظت از بقایا و کشت مستقیم در بقایا در کاهش تأثیر از سرد و در نتیجه تأثیر و تحرق گیاه میتونه مؤثر باشه. ببینید در ایران همونطوری که آمار هستش، میزان متوسط بارش 250 میلیمتر هست که اگر بخوایم مقایسش کنیم با میانگین جهانی که 800 میلیمتر هست، این اختلاف فوق‌العاده زیاد هست. از طرف دیگر تلفات آب به صورت تأثیر در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالا هست، 2100 میلیمتر در مقابل 700 میلیمتر. لذا ما یک کشور با محدودیت شدید آب هستیم که تولید محصول ما وابسته به آب مصرفی است. همونطور که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید برای تولید محصول میانگین آب مصرفی در ایران چیزی در حدود 12000 متر مکعب در هکتار که بازم میانگین جهانی مقدار کمتری رو نشون میده. حداقل ما 3 برابر میانگین جهانی داریم آب مصرف میکنیم برای تولید محصول. پس بنابراین اگر بتونیم از کشاورزی حفاظتی به درستی استفاده کنیم و کشاورزی حفاظتی رو توسعه بدیم، شاید بتونیم یک مقداری تأثیر از سطح خاک رو کاهش بدیم و اولین قدم در این زمینه حفظ بقایان است. در این نمودار تغییرات اقلیمی در جهت افزایش دما و تبخیر و تحرق رو داریم. یک دوره آماری 30 ساله هستش که سازمان هواشناسی کشور این رو منتشر کرده. همونطور که ملاحظه میکنید دما در حال افزایش هست در سالهای متوالی و در نتیجه میزان تبخیر و تحرق و به نوعی نیاز آبی یا هم به همین شکل در حال افزایش هست. پس بنابراین ما سالهای آینده برای تولید یک واحد محصول مشکلاتمون بیشتر باشه. خب در اینجا چه کاری باستی انجام داد؟ به نظر من خاکورزی حفاظتی یکی از شیوه هایی است که می تواند در این زمینه کارساز و می تواند بهره‌وری آب رو افزایش بده. بهره‌وری آب یک شاخصی است که نشان دهنده میزان عملکرد تولیدی نسبت به آب مصرفی است. بهره‌وری آب هر چه بالاتر بره بیانگر مناسب بودن اون سیستم هست. اگر در جایی میزان عملکرد رو بتونیم افزایش بدیم، حالا با استفاده از راهکارهای فنی، با یک مقدار آب مصرفی ثابت بهره‌وری افزایش پیدا می‌کنه و حالت بالعکسش هم هست، در یک عملکرد ثابت بتونیم مقدار آب مصرفی رو کاهش بدیم بهره‌وری افزایش پیدا می‌کنه. ولی اینکه در حالاتی که بتونیم با استفاده از تکنیک های مختلف هم عملکرد رو افزایش بدیم و هم آب مصرفی رو کاهش بدیم، بهره‌وری آب افزایش پیدا خواهد کرد. و عقیده من این هست که خاکورزی حفاظتی میتواند این کار رو انجام بده. در این قسمت بنده میخوام اصول کشاورزی حفاظتی رو خدمتتون ارائه بدم، هرچند که میدونم دوستان در این زمینه اطلاعات کاملی دارن.
هدف شناخت اصول کشاورزی حفاظتی برای پیاده سازی درست اون در مزرعه است که بتونیم به اون مزایایی که کشاورزی حفاظتی داره دست پیدا کنیم. اصول کشاورزی حفاظتی سه تا اصل هستش، سه تا اصل فنی هست و یک اصلی تحت عنوان باور کشاورز در کسب منافع اقتصادی سریع الحصول هست. در اصل اول گفته شده که حداقل به هم خوردگی سطح خاک رو درست داشته باشیم. مثل همین تصویری که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید، کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت هست بدون اینکه ما عملیات تجدید زمین رو انجام بدیم. دومین اصل نگهداری مداوم بقایای گیاهی روی سطح خاک هست که هم در تصویر بالایی و هم پایینی این وضعیت رو به ما نشون میده. خوشبختانه این دو تا اصل رو در خیلی از مناطق میبینم که اجرایی شده و خیلی از کشاورزان علاقمند هستن که این شیوه رو در مزارع خودشون پیاده کنن. اصل سوم بحث استفاده از تناقض‌های اصولی و اقتصادی هستش که واقعیت هم این اصل هنوز خیلی موفق نبودیم. یکی از این تناقض‌ها که در خیلی از مناطق ایران استفاده میشه تناقض ذرت گندم هست که در این تصاویر بنده تناقض بی‌خاک‌ورزی ذرت گندم رو خدمتتون آوردم. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در این تصویر سمت چپ برداشت ذرت رو داریم با کنبان و کاشت همزمان گندم رو با استفاده از دستگاه بی‌خاک‌ورز داریم. اگر دقت کنید می‌بینید که در اینجا هنوز خاک ما مرطوب هست، نیمه‌کاری رطوبت داره و این بذری که در دل خاک قرار می‌گیره با همین رطوبتی که خاک داره میتونه سبز بشه و جوانه‌زنی خودش رو شروع کنه. همین بقایایی که روی سطح خاک هم هستن باعث میشن که تبخیر از سطح خاک کم بشه. حالا اگر مزارعی رو ببینید و اون بقایا رو کنار بزنید کاملا مشهود هست که این رطوبت در داخل خاک و روی سطح خاک واقعا نگهداری شده. پس بنابراین در همین تصویر میبینید که کاهش تبخیر از سطح خاک وجود داره، به این موارد رو میبینید و استفاده مؤثر از رطوبت خاک داره صورت میگیره. یعنی همزمان داره کشت انجام میشه با همین رطوبت گیاه ما داره سبز میشه، نیازی به اون آبیاری اولیه نخواهد. و در این تصویر وضعیت پوشش سبز در واقع گندم رو در حالت بی‌خاک‌ورزی با رطوبت موجود در خاک نشون میده. عادتا بارون‌های پاییز شروع میشه، شاید نیازی به آبیاری نباشه و در نهایت انتهای دوری رشد به گرما میبریم در نیاز باشه که یکی دو نوبت آبیاری انجام میشه. خب مرحله بعد رو برداشت گندم در حالت بی‌خاک‌ورزی رو ملاحظه می‌فرمایید و نهایتاً کاشت ذرت در بقایای گندم. این چیزی هستش که ما در یک طرح تحقیقاتی 3 ساله پیاده کردیم و اینجا هم سطح سبز ذرت رو و با وجود بقایای گندم نشون میده. این یک سیکلی هستش که تناوب بی‌خاک‌ورزی ذرت گندم رو داره به ما نشون میده که هم استفاده بهینه از زمان شده، هم کارایی مصرف نهاده های ما از جمله کود در اینجا افزایش پیدا کرده و هم اینکه استفاده مؤثر از رطوبت خاک شده و هم کاهش تبخیر از سطح خاک صورت گرفته. یک موضوع دیگری که حالا بازم در منطقه خوزستان کاشت شده کاشت مستقیم گندم در بقایای نیشکر هستش. میدونیم که نیشکر یک گیاه چند ساله هستش، یک پلند داره و چند تا راتون. موقعی که عمل کرد به حالت غیر اقتصادی برسه این در واقع مزارع آب تشکیل میشه و
این مزارع رو یا به صورت آیش و یا اینکه تهیه زمین میکنن برای مراحل بعدی. در این تصویری که ملاحظه میفرمایید مزرعی هستش که به صورت آیش گذاشته شده و عملیات کاشت مستقیم گندم در بقایا صورت گرفته. درسته که میزان بقایا اینجا ممکنه کم باشه، ولی از دیدگاه اینکه ریشه های نیشکر در خاک وجود داره و به تدریج این ریشه ها پوسیده میشه و تخلخل خاک رو به نوعی افزایش میده، میتونه تأثیر گذار باشه روی خصوصیات فیزیکی خاک. و در اینجا همین مزرعه رو نشون میده و کشاورزی که اراضی رو اجاره کرده و راضی از این کاری که انجام داده. خب بحث دیگری که توضیح دادیم در اون اصول کشاورزی حفاظتی، یک موردش بالای کشاورز در کسب منافع اقتصادی سریع الوصول هستش. اینا کشاورزایی هستن که عملیات کاشت مستقیم گندم در بقایای ذرت رو انجام دادن، همگی در واقع خیلی راضی هستن از این کاری که انجام دادن و به این اعتقاد رسیدن که واقعا روش کاشت مستقیم میتواند عملکرد بالاتری داشته باشه و منافع اقتصادی بالا داره. نکته دیگری که در کشت مستقیم گندم در بقایای ذرت میتونه خیلی مهم باشه از دیدگاه در واقع کاهش تعداد نوبت آبیاری، جلوگیری از تأخیر در کاشت حتی در شرایط رطوبت نامناسب است. ببینید در اینجا رطوبت نامناسب بوده و بدون اینکه عملیات خاکورزی نیاز باشه عملیات کاشت داره انجام میشه. در مناطقی که یا کشت صنعتهایی که سطح زیر کشت بالایی دارن، مثلا یکی از این کشت صنعتها کشت صنعت شهید رضایی در شمال خوزستان هست که معمولا کاشت گندم رو از اواخر آبان ماه شروع میکنه. ما برای دهه های مختلف روش های مختلف خاکورزی که استفاده شده اینها رو در واقع اومدیم چک کردیم، اندازه گیری کردیم. ملاحظه میکنید در ابتدا استفاده از روش های خاکورزی مرسوم رایج بوده چون که شرایط جوی اجازه داده و تدریج کم خاک ورزی ها بیشتر بوده. در دوره هایی که بارش خیلی زیاد بوده و امکان هیچ گونه عملیاتی نبوده، فقط بی خاک ورزی تونسته این کار رو انجام بده و عملیات کشت انجام بشه. پس بنابراین به نوعی ما میتونیم از حتی شرایط بد اقلیمی استفاده کنیم و عملیات کاشت رو انجام بدیم که کاشتمون به تأخیر صورت نگیره و در واقع تعداد نوبت های آبیاری در انتهای دوره رشد افزایش پیدا نکنه. بحث دیگر ما نقش کشاورزی حفاظتی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک هست. البته ما در مباحث پیشین یک مقداری به این موارد اشاره کردیم. بحث بی خاکورزی و فشردگی خاک هست. باز من اینجا دو تا تصویر آوردم، همونطور که ملاحظه میکنید در این تصویر یک لایه هاردپن وجود داره، یک سخت لایه وجود داره که امکان رشد نمو و ریشه در اینجا وجود نداره. معمولا در طراحی های آبیاری ما عمق توسعه ریشه رو در نظر میگیریم برای تعیین مقدار آب آبیاری و در خیلی از کتب مرجع میبینیم مثلا میگه عمق توسعه ریشه یا حدود یک متر هست، ولی متاسفانه موقعی که ما کار حفاری رو انجام میدیم و عمق توسعه رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی کمتر از اون مقادیری هستش که در کتب بهش اشاره شده و یکی از عواملش همین تشکیل لایه هاردپن هست. در روش بی خاک ورزی که در این شکل ملاحظه می‌فرمایید، این بقایایی که از کشت‌های قبل در حال باقی مونده، ریشه‌های باقی مونده از کشت قبل، یک منبع مؤثر برای ساخت مواد عالی خاک هست و ایجاد تونل‌های ریز در خاک می‌کنه و نفوذپذیری رو در خاک افزایش میده. خب ما
بازم به صورت یک تجربه بهبود فعالیت کرم‌های خاکی در رشته خاک‌ورزی رو در تناوب ذرت اساس گردون واقعا دیدیم که تعداد کرم‌های خاکی که در شرایط بی خاک‌ورزی بوده در کشت صنعت شیب رجایی خیلی بیشتر از حالتی بوده که خاک‌ورزی مرسوم انجام شده. منابع علمی هم همین رو تایید میکنه که در شیوه های مختلف خاک‌ورزی، خاک‌ورزی مرسوم، سیزل و بی خاک‌ورزی، هرچه خاک‌ورزی های ما بیشتر بوده تعداد کرم‌های خاکی کمتر بوده و با بی خاک به سمت بی خاک ورزی تعداد کرم‌های خاکی هم افزایش پیدا کرد. درصد مواد عالی خاک هم به همین صورت بوده. بازم در یک تناوب ذرت گندم که در شمال خوزستان 3 سال اجرا شده مشاهده شد که میزان درصد مواد عالی خاک از 87% به 1.7% افزایش پیدا کرد. خب روش خاک ورزی میتونه روی شاخص های فشردگی تأثیر گذار باشه. 2 تا شاخص داریم، یکی جرم مخصوص ظاهری خاک هست بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، دیگری شاخص مخروطی هستش بر حسب مگاپاسکال، که ما این 2 تا شاخص رو برای سه روش خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی اندازه گیری کردیم. در هر 2 تا شاخص نشون داده شده که در عمق 0 تا 10 سانتی متر این لایه سطحی خاک میزان در واقع فشردگی خاک در روش بی خاک ورزی پایین‌تر هست. در این شکل هم همونطور که ملاحظه می‌کنید مزرعه گندم هستش و این هم بقایای ذرت، ریشه های ذرت هست. همونطور که ملاحظه می‌کنید ریشه های گندم، هرچند که ما این کار رو برای 2 سال انجام دادیم تناوب بی خاک ورزی رو، ولی رشد و توسعه ریشه های گندم در این روش به نسبت روش خاک ورزی مرسوم یک مقدار بیشتر بوده. اثر بقایا در کاهش روانات و افزایش نفوذ هم یکی دیگر از محاسن روش بی خاک ورزی هست. مسلمه که در جایی که خاک ورزی مرسوم انجام میشه، همونطور که در این شکل بالایی ملاحظه می‌فرمایید، به محض اینکه بارش های سنگین داشته باشیم یا آبیاری انجام بشه، قسمت زیادی از این آب به صورت روانات در انتهای مزرعه جمع بشه، بخصوص در خاک هایی که سنگین باشند و فشرده باشند. اما اگر بقایای گیاهی روی سطح خاک وجود داشته باشند، اینا به صورت سد عمل کرده و نمیذارن تمام این مقدار آبی که در واقع روی سطح مزرعه جاری هستش به صورت روانات در انتهای مزرعه جمع بشه. مطالعاتی هم که در این زمینه انجام شده این واقعیات رو به عدد و رقم نشون داده. ببینید در این نمودار درصد پوشش خاک رو در 3 روش خاک ورزی، یعنی گاواندیس که روش رایج منطقه ما هم هستش، استفاده از ریپر و دیست و روش بی خاک ورزی با هم مقایسه کرده، در اینجا ما 0% بقایا رو داشتیم، 10% و 80%. اما درصد روانابی که در هر یک از این مزارع تولید شده بالعکس هستش، یعنی اونجایی که گاوان و دیست زده شده 90% به صورت روانا بوده، ولی در روش بی خاک ورزی حدود 6%. به لحاظ سرعت نفوذ آب در خاک هم یک مطالعه دیگه انجام شده بین روش بی خاک ورزی با 83% بقایا روی سطح خاک، استفاده از چیزل و خاک ورزی مرسوم با 51%. این 3 تا نمودار نشون میده که اون سرعت نفوذ پای ما در روش بی خاک ورزی این نمودار بیش از روش خاک ورزی مرسوم هست، در حالتی که شدت بارش حدود 60 میلیمتر در ساعت باشه. پس بنابراین بقایا هم میتونن
روانات رو کاهش بدن و هم در افزایش نفوذ آب در خاک مؤثر هستند. وقایع در کاهش دمای خاک مؤثرند، بخصوص در مناطقی مثل خوزستان که برای کشتهایی مثل ذرت در مدار ماه صورت میگیره و دما فوق‌العاده بالا هستش و بنابراین تبخیر هم به همون شکل خیلی بالا هستش و پایان میتونن به نوعی دمای سطح خاک رو کاهش بدن. ببینید این دوتا مسئله رو یا دوتا تیماری که بنده داشتن در یکی از طرف ها با هم مقایسه کنید، ملاحظه میکنید در دمایی که 50 درجه باشه در این سطح میزان تبخیر کمتر از این حالت بود که سطح خاک پوشیده از بقایا هستش و قسمتی از نوری که به سطح زمین تابیده میشه منعکس میشه و لذا گرمای کمتری تولید میکنه. خب نمودارهایی هم که در این زمین افراد دیگری کار کردن برای عمق 3 سانتی متر این وضعیت رو با خوبی نشون میده، یعنی در روش بیخواب برزی که این نمودار باشه میزان دما در عمق 3 سانتیمتری به صورت قابل ملاحظه پایین تر از روش خواب برزی مرسوم هست. این نمودار آبی رنگ مربوط به خواب برزی مرسوم هست. چش در ستون سمت راست من میزان بهره‌وری آب 1.4 کیلوگرم بر متر مکعب برای همین مسئله دوم که شرایط بی‌خاک ورزی رو داشته، ولی بقیه مزارع حالا بهره‌وری آب بین 1 تا 1.2 کیلوگرم بر متر مکعب. مطالعه دوم در خصوص عملکرد و بهره‌وری آب آبیاری گندم در تناوب با ذرت بوده در 3 سال متوالی از سال 1993 که همونطور که در این نمودار ملاحظه میشه میزان عملکرد در روش خاک ورزی در سال اول 4 تن در هکتار بوده و خاک ورزی مرسوم 4.41 تن در هکتار بوده، اما در سال سوم یعنی بعد از 6 تا فصل کشت میزان عمل کرد در روش خاکورزی بی خاکورزی 5.1 و در روش خاکورزی مرسوم 4.3 بوده. ببینید اون کاهش عمل کرد در سال اول رو محققان دیگری هم بهش اشاره کردن که این نمودار ذکر شده تحت عنوان انتقال فاز از کشاورزی مرسوم به کشاورزی حفاظتی. معمولا در سال اول ما کاهش عملکرد داریم، خب حالا به دلیل علف‌های هرس هستش، به دلیل به هم خوردن نسبت سی به ان و موارد دیگر این مقدار عملکرد ممکنه کاهش پیدا کنه، اما اگر این روش کشاورزی حفاظتی ادامه داشته باشه در فازهای بعدی ما افزایش تولید رو داریم، فاز 2، فاز 3، فاز 4 که در فاز 4 تقریبا تولید ما به یک حالت استیبیلیتی میرسه که از سال 6 به بعد شروع میشه. پس بنابراین واضحه که در سال اول ممکنه ما عملکردهای مورد نظر رو نگیریم و بایستی صبر داشته باشیم و روش خاکورزی حفاظتی رو ادامه بدیم. انشاءالله در سال‌های آینده جواب خواهیم. به لحاظ بهره‌وری آب به این شکل هست، اما بهره‌وری آب در سال اول هم باز هم نسبت به درش بی‌خاک‌ورزی نسبت به درش خاک‌ورزی مرسوم بیشتر هست. مقدار آب مصرفی درش خاک‌ورزی حفاظتی کمتر. سومین کاری که انجام شده مقایسه ارقام در شیوه‌های مختلف خاک‌ورزی هست که در این تصویر شکلی از تحت رو نشون میده. اگر دقت کنید جایی که میبینید پلاتای ما زرد رنگ هست، بخصوص در اینجا یا در این قسمت، اینا کم خاک ورزی هستن، یعنی مخلوط دادن بقای با خاک نسبت سی به ان به هم خود یک مقداری مسئله ما زرد رنگه. خب در این تصاویرم نمونه از کارهایی که در این تحت انجام شده خاک ورزی مرسوم رو نشون میده که حجمی از خاک به این شکل جابجا میشه.
و کارت مستقیم سرعت در پایه رو در این تصویر داریم و عملیات آبگیری و سخت شدن بسکار رو داریم. نتایجی که از این تحقیق گرفته شده واقعیت نشون داده که بهره‌وری آب حدود 4% افزایش پیدا کرده در کلی ابعام، 5 تا رقم در اینجا داشتیم. بحث پاهاش تردد ماشین رو داشتیم از 5 تا 6 نوبت در سوی خواب ورزی منصوب و کم خواب ورزی به 1 تا نوبت و برتری عملکرد مقام جدیات مهربان و چندان دو بلاد که ریشه پنیدری دارن اینا خودش رو در خواب ورزی در نشون دادن. این تصویر یعنی ملازم بفرمایید باز مستقیم در برکنی بحثش که از این تر هرچند که خیلی واضح نیست ولی با همین رطوبتی که خواب داشته حضور روان زد. اما یه سری الزامات و مباحثی در خواب ورزی حفاظتی اجرا کنم که من اینا رو یک به یک خدمت توضیح میدم. یک، اجتناب از اراضی مسئله برای پاشت مستقیم در بقای مزاری که علفهای هرز اون کنترل نشده باشه واقعیت برای کشاورزی حفاظتی یا کاشت مستقیم به درد نمی خواهد که راندمان آبیاری رو کاهش خواهد داد. حالا این علفهای هرز یک ساله باشه یا چند سال. مزاری که لایه های طبیعی سخت و فشرده دارن یعنی امکان نفوذ آب در خاک نیست، این مزارع هم در مرحله اول مناسب برای آبرزی حفاظتی نیست. این مزارع ممکن اگر شیر کمی هم داشته باشه قاعدتا آب پختگی ایجاد بشه و عملکرد کاهش بگیره. اراضی که شیر کم و بافت سبکی دارن این اراضی میزان پوست‌پذیریشون خیلی زیاد خواهد بود و تلفات آب رو به صورت نفوذ عمیقی خواهد داشت. دومین مورد، اطمینان از وضعیت خوب تصفیه اراضی و وجود شیب مناسب مزرعه است. من خیلی روی این نکته تاکید میکنم چون که واقعیت هم ده سالی که من در زمین خاکوزی حفاظت کار کردم این یک مورد خیلی تاثیرگذار هستش. این نموداری هم که اینجا ملاحظه میکنید کارایی آبیاری رو یعنی راندمان کاربرد و یک نواحی توزیع رو در دو حالت تسطیح لیزری و تسطیح سنتی نشون میده. یه جایی که شما تسطیح لیزری انجام بدید راندمان کاربردتون 80% هست، در حالی که در حالت تسطیح سنتی در همون مزرعه با همون باغ 60%. ببینید چقدر روی میزان راندمان کاربرد تاثیر است. یک نواختی توزیع آب یعنی در تمام نقاط مزرعه به یک میزان آب رسیده باشه بازم روی این کارانه تأثیر گذار خواهد بود، 92% در مقابل 80%. به لحاظ میزان آب مصرفی هم تأثیر گذاره. تسطیح لیزری میزان آب مصرفی رو در یکی از مطالعات 3500 متر مکعب در هکتار نشون داده، در تسطیح معمولی 5050 متر مکعب در هکتار. اثرات دیگری که تسطیح لیزری میتونه داشته باشه روی عملکرد میتونه تاثیرگذار باشه تا 25% افزایش عملکرد و علف های هرز رو میتونه کاهش بده تا حدود 40%. پس بنابراین حتما واسه از این بابت بدونید که وضع تسطیح مزرعه‌مون بسیار مناسب و خوب هستش. این تصویر نیومده، من ندارم این تصویر رو. بحث این تصویر اینه که طول های مناسبی رو بایستی برای اراضی در نظر بگیریم. برخی از مناطق طول اراضی چیزی در حدود 600 متر یا 1000 متر هم هستش. اندازه گیری هایی رو که ما داشتیم نشون داده که در مزارعی که طولشون تقریبا بهینه هست یعنی کمتر از 300 متر میزان عملکرد چیزی در حدود 5.1 تن در هکتار بوده. مزارعی که طولشون بین 300 تا 500 متر بوده این حدود 4.5 تن در هکتار بوده و مزارعی که طولشون بیش از 500 متر بوده حدود 4.1 تن در هکتار میزان عملکرد داشتن. یعنی نشون میده که جاهایی که ما میخواییم خاکورزی حفاظتی انجام بدیم حتما بایستی طول بهینه باشه و الا یک جای آب پختگی ایجاد میشه، یک جای ابتدای مزرعه، میزان آب مصرفی بسیار زیاده، نفوذ عمقی بسیار زیاد هست و انتهای مزرعه
ممکنه ساعت‌ها طول بکشه که آب به انتهای مزرعه برسه و لذا غیر یک نواحی توزیع رو خواهیم داشت و این روی میزان عملکرد میتونه تأثیر گذار باشه. موضوع چهارمی که بایستی بهش توجه کنیم بحث تخمین درست زمان آبیاری هستش و اعمال به موقع اون مقدار آب مورد نیاز هست. در روش خاکورزی حفاظتی مثل روش خاکورزی مرسوم ما میتونیم از روش های مختلف برای مشاهده وضعیت رطوبت خاک استفاده کنیم، یا استفاده از خصوصیات ظاهری و دیگه هست، یا استفاده از آزمون نمونه خاکی هستش که حالا اینجا جاش نیست من بسیار توضیح بدم، از منطقه توسعه ریشه و لمس کردن رطوبت عمق توسعه ریشه گیاه، یا استفاده از روش تشتک تبخیر و استفاده از تبخیر تجمعی. در هر حال لازمه که ما زمان آبیاری رو به دقت مشخص کنیم تا عملکرد ما کاهش پیدا نکنه. پنجمین مورد اجتناب از آبیاری های سنگین هستش در تمام مراحل رشد گندم که در روش خاکورزی مرسوم هم باید به همین شکل باشه، اما در روش بی خاکورزی به دلیل اینکه یک مقداری بقایای روی سطح خاک هستن اگر این آبیاری های سنگین انجام بشه احتمال تنش قرخابی زیاد هست. کتابی هم که در زمینه حالا خلاصه کتاب صرف جویی و رشد که من صفحه اولش رو اینجا خدمتتون آوردم، خلاصه این کتابم هم همین موضوع رو مطرح میکنه. میگه پنج موضوع روی بهبود بهره‌وری مؤثر هستن که یکی از این موضوعات مدیریت آبیاری کارآمد از کشاورزی حفاظتی رو که توضیح دادیم، ولی یکی از این موارد مدیریت آبیاری کارآمد هست که مدیریت آبیاری کارآمد یعنی که آب به اندازه و به میزان لگیاه داده بشه. من میخوام نتیجه گیری کنم در این قسمت با یک شکلی که در اینجا خدمت موردن مقایسه خاکورزی مرسوم و خاکورزی حفاظتی رو. در روش خاکورزی نفوذ آب رو به راحتی داریم، چه بارش وجود داشته باشه چه به صورت آبیاری سختی باشه. کاهش روان‌آب رو در روش خاکورزی در درصدهای بالایی داریم، اما در خاکورزی مرسوم افزایش روان‌آب رو داریم. اینجا افزایش مواد عالی خاک رو داریم در حالی که خاکورزی درصدی که ما در روش خاکورزی مرسوم انتشار گازهای گلخانه‌ای رو داریم، نفوذ هوای بیشتر رو داریم، فشردگی خاک رو داریم، از دست رفتن ساختمان طبیعی خاک رو داریم و فرسایش رو داریم. اینا مواردی هستن که ما میتونیم به راحتی در مزارعی که کشاورزی حفاظتی داره انجام میشه و مقایسهش با حالت مرسوم اینها رو به راحتی ببینیم. در مجموع میتونیم بگیم میانگین اثرات کشاورزی حفاظتی افزایش نفوذ آب در خاک هستش حدود 20 تا 40%، افزایش آب در دسترس هست حدود 20 تا 40%، افزایش سلامتی خاک هست، افزایش عملکرد هست، کاهش انرژی سوخت هست، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هست و همچنین افزایش بهره‌وری آب هست. من یکی دو تا پیشنهاد در این قسمت دارم در زمینه کشاورزی حفاظتی و خاکورزی حفاظتی. نکته اول اینه که بایستی کارشناسان و مروجان از مناطق دیگه بیان بازدید کنند، در تمام مناطق رو بازدید کنند. ضرورت بازدید کارشناسان و مروجان از سایت ها و پایلوت های کشاورزی حفاظتی دیگر مناطق هست. این اکثر این تستش همین کارشناسانی بودن که و مروجانی که از منطقه شما خوزستان و اراضی خاکورزی حفاظتی بازدید کنند. دوم، ضرورت ایجاد سایت الگویی و پایلوت در سایر مناطق و پایش دقیق مزرعه. تو واقعیت تمام این مطالبی رو که من گفتم ممکنه در شرایط خاصی قابل کاربرد باشه، در برخی مناطق ممکنه اینها قابل کاربرد نباشه، پس بنابراین نیازه که ما یک پایلوتی رو ایجاد کنیم، سایت الگویی ایجاد کنیم و اندازه‌گیری آب مصرفی انجام بشه و مواردی هست این طریق. من تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار بنده قرار دادید. انشالله که مطالب مفید
واقع داشت.